روز دوشنبه تلویزیون دولتی میانمار از اعدام چهار فعال سیاسی در این کشور خبر داد. دو نفر از افراد اعدام شده کیاو مینیو فعال دموکراسی خواه و فیو زیاتاو نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ هستند. اعدام این چند نفر به دست مقامات حکومت نظامی اولین اعدام پس از حدود چهار دهه در میانمار است. مقامات حکومت نظامی میانمار این افراد را به همکاری با شبه نظامیان مخالف ارتش میانمار متهم کرده بودند و دادگاه هایشان در دیماه سال گذشته و اردیبهشت سال جاری پشت درهای بسته برگزار شد. یک فرد مطلع به رویترز گفته که اعدام این افراد هم پشت درهای بسته صورت گرفته و پیش از اعدام تنها یک دیدار از طریق نرمافزار زوم با بستگان خود داشتند. به گزارش رسانه های محلی اعضای خانواده های اعدام شدگان به امید تحویل اجساد این فعالان دموکراسیخواه در بیرون از زندان این سین در شهر رایگون تجمع کردند. اردش میامار یک سال و نیم پیش با بازداشت آنگ سوچی مشاور دولت و سایر رهبران حزب حاکم دست به کودتا زد و از همان وقت حکومت نظامیان زمام امور را در دست دارد. حکومتی که از نخستین ساعات به قدرت رسیدن سرکوب مرگبار و خونینی را علیه مخالفان خود به راه انداخت. اعدام های روز دوشنبه در حالی رخ داده که کارشناسان سازمان ملل پیشتر در گزارشی از صدور 114 حکم اعدام توسط حکومت نظامی میانمار خبر داده و نسبت به احتمال اجرای این احکام هشدار داده بودند. حال با اجرای حکم اعدام این چهار فعال دموکراسی خواه این کارشناسان در مورد شکلگیری وضعیت فوقلاده در میانمار هشدار می دهند. فیل رابرتسون معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر این اقدام حکومت نظامیان را نشان فرومایگی آنها دانسته و در مورد آینده میانمار هشدار می‌دهد. در نهایت اکنون جنگی بین این حکومت نظامی و مردم در جریان است. مردم دیگر حاضر نیستند. توسط این حکومت نظامی اداره شوند و حکومت نظامی از زور مطلق استفاده می کند تا اراده خود را بر کشور تحمیل کند. بنابراین همانطور که گفتم ما واقعا داریم به سمت یک جنگ داخلی حرکت می کنیم به سمتی که وضعیت حقوق بشر بسیار بدتر خواهد شد. در یک سال و نیم گذشته اعتراضات مردمی در برابر حکومت نظامی با گستردگی ادامه داشته و هر بار با شدت و خشونت سرکوب شده. آنگ ناینگ سوه یکی از روزنامهنگاران در تبعید میانماری است و اعدامهای اخیر را نتیجه عدم حمایت مجامعه بین المللی از جنبش مردم میانمار میداند you know, این خیلی ناعادلانه است میدونید و خیلی از مردم چطور بگم از اقدام جامعه بین المللی ناامید هستند همه این حرفها که ما نگران هستیم ما چنان خواهیم کرد و چنین کردیم میدونین هیچ عملا هیچ کار نکردن اگه کاری میکردن که ما شاهد این اعدام ها نبودیم مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله با تصویب توافق پنج بخشی آسان تلاش کرده از تنش موجود در میانمار بکاهد نماینده ویژه این مجمع هشتم تیر ماه به میانمار سفر کرده و با رئیس حکومت نظامیان دیدار کرد. با این حال پاتریک فونکساسرن، ساسرن عضو سازمان استحکام حقوق بشر اعدام های اخیر را نشانه بی اثر بودن تلاش های دیپلماتیک آسان می داند. این مسلما نه تنها یک تراژدی انسانی بلکه یک سیلی دیپلماتیک بر چهره آسان و بر چهره کل جامعه بین المللی است که از حکومت نظامیان میانمار میخواستند تا اقدامات خشونت بارش را متوقف کند به طور خاص این اعدام ها را متوقف کند اما حکومت نظامی اهمیتی نداد و کار خودش را کرد فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت نظامیان میانمار دورانی تیره و سخت را پیش بینی می کنند. دورانی که اعدام های روز دوشنبه نشان ظهور آن است. محیار تحماسبی، رادیو فردا.